سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام همیشه کوکتل تیوی. بعد از مدت ها آلبوم سوزن غاز مهراد هیدن منتشر شد، فکر کنم 7-8 ماهی برای پیش فروش بود، الان منتشر شده، یه پکیج کامل ارسال شد، خیلی هم زود ارسال شد. دقیقا سر همون تایمی که قول داده بودن برای من اومد و با توجه به حجم خرید این نشون میده یک ساپورت خوب برای تیم خوب پشتشونه، دمشون گرم. و فقط یه مشکلی داشت، سرور اروپا، یعنی دو تا سرور فرستاده بودن، سرور اروپا برای من کار نمی‌کرد که این عجیب بود، اما با سرور مدیافایر خیلی سریع و تند دانلود شد. دوتا ورژن فرستادن، یکی MP3 یکی ویو، که خب ویو هم حجمش بالاتره، هم کلن کیفیت خروجی بالاتری داره، خیلی بیشتر حال میده توی سیستم ها و اینا، که ما هم همونو گوش میدیم. بک کارو میبینیم، یعنی کاور بک رو میبینیم که اینجا هست، 14 تا ترک فیت با سامان ویلسون و شایر رو داریم توی آهنگ های هزار و رفتم تو دلش، که ما اول این دوتا رو گوش میدیم بعد میریم سراغ آلبوم، چون همکاری های باحالی اعلام هم نشده بود. فکر کنم شایر حضور داره توی آلبوم و حتی سامان کلن زیاد خیلی از کسایی که تو آلبوم هستن فکر میکنم اعلام نشده بود تا زمانی که به هر حال لیست ترک ها اومده بود و D7 هم هست، کس دیگه نیست. اینو کنیس هم که پرودوسرهای مهمان بودن و کمک کردن خیلی جاها. یه نکته جالبی که هست تو سانگ رایتر ها، ما بجز مهراد هیدن مودی موسوی رو میبینیم که مشخص حالا ایده آهنگ تو نوشتن آهنگا کمک کرد. یه اسپیشیال تنکس هم برای سیجل داره که خود سیجل فیت نداره، که اونم احتمال میره تو حالا یا تکس کمک کرد یا ایده ای داشته که به مهراد داده و مهراد حال کرده و اونو اجرا کرده. لیبل کارم تنزو موزیکی که به نظر میاد اسپانسر کار جعفری هم که کار دیستریبیوشن و همینجور خرید و فروش و به هر حال منیج کارو کرده. پرودوسر اصلی هم که خود هیدن، میکس مستر اصلی هم هیدن و سینا سعیدی هم داریم توی به هر حال میکس مستر و همچنین پیمان توسلی. خیلی کار میتونه باحال باشه تو این پکیجی که داده بودن. مهراد یه ویدیو داشت که صحبت میکرد، حالا بر تشکر که حالا از دستاندرکاران و همچنین هوادارا داشت، گفت آقا یه استاند جدیدی که نشنیدید تا حالا، هیچ جایی نمیشنوید، این جذاب میکنه کارو و انتظار منو خیلی برد بالا، دوست دارم ببینم که این چه ساندیه، چه ریختیه، به چه شکل هست. این گونه دیگه صحبت اضافه دیگه نکنیم. کاور کارم که مثلا همین بکه بود، فقط از یه زاویه دیگه که همطور میبینیم دو تا اشعه، حالا نمیدونم از هوا اومده یا از زمین رفته بالا و منظور کلی چی میتونه باشه نمیدونم، ولی خب جذابه، خیلی خوب درش آوردن، کار گرافیکی قویه. بریم که ما هم آلبومو، یعنی ترک هزار فیت سامان ویلسون و مهراد هیدن رو گوش کنیم. خب خوشبختانه ما لیریک کارو داریم، خیلی خوشگل و تمیز در آوردن و همون کاور هم پشتشه، بهتر از آلبوم عصبانی لیریکش، یه کوچولو ریز بود، خیلی بعد زوم می‌کردی و این حرفا، ولی تمیز درش آورده بودن. یه کوچولو هم اشکال داشت تکس عصبانی، امیدواریم که این تکس اینجا اشکال نداشته باشه. صحبت اضافه‌ای نکنیم، برو بریم. اصلا همین که گفت سانده جاید، همین اول مشخصه داره با گیتار الکتریک ملودی میزنه که ایرانیه، یعنی ملودی های ایرانیه، همین اول جذاب بود. بریم دراپ سنگین جذاب، این ملودی ایرانی با گیتار الکتریکی جذاب کرده کارو، با توجه به اینکه خودش هم نوازنده هست و احتمالا اینو خودش نواخته، حالا یا بقیه بچه‌ای که تو کار بودن، این هنر مهراد نشون میده و اون سانده که گفت نشدید اینجا، حالا میخوام ببینم روش چجوری خوندن، جذاب شد. بیسی داره، چه بیسی، اصلا خوراک تو ماشین و با رفیقات دور هم نشستیم اینا، این پاز هم زدیم، این توضیح دادیم به خاطر فرار از قوانین کپی رایت بود. سد بک فوکال مهراد با یه حالت کل کشیدن اومد تو کار، که خبر از لانچ ورسش میده. سخت گاز فک ریز، پا و سخف دست به میز، حال خراب و بس ریز، هر جا رفی هفته نیست. تخت گاز فک ریز، داره گاز میده میره فکم، یه ضرب داره حرف میزنه، پا به سقف دست به میز، کم تصورش سخته، پا به سقف دست به میز، شاید استعاره از اینه که بالام و شاید نمیتونه خوب راه بره، دست به میز یعنی سر و ته انقدر بالاست، و میگه حال خراب بحثی ریز، که فکر کنم برای همونم بالا گفت پا به سقف، میگه حال خراب، میگه همینه، هر جا میره یه هفته نیست، هر جا میره یه هفته. این از اون تکسای مهراده که یه کوچولو عجیبه،
ولی خب هر جا میره یه هفته نیستم لنگر میندازه، یعنی یا مثلا میره تو حال خودشه، نمیدونم. هر جا رفت یه هفته نیست، چپ و چول و کج دهن، لم بدم له بدم، هر شب بیستا شاد با عربده، داد زدیم کس خار عقربه. دیگه داره مستی و اینجا چیز میکنه که چپ و چوله کج دهن لم بدم له بدن هر شب بیستا شاد با عربده. از اوناست که مثل که شات میزنه عربده کشی میکنه، خودش داره میگه دیگه، داد زدیم کس خار عقربه، مهم نی تایمه داره میره جلو، تو حال زندگی کن گوره باباش. داد زدیم کس خار عقربه، نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، نگاه بوعت مردو، خشمین ناز قلبو. خب اونجا که گفت عربده، خب بک وکال هم یه عربده ای زد، حالا چیزی گفت یا نه متوجه نشدم، فهم کنم اگه چیزی میگفت که منظور دار بود بعد توی لیریک مینوش. نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، بوعت مرد میندازه خش قلبو. از استیل و تیپ خوب خودش میگه و ابهت مردونش، و اونجا که میگه خش میندازه قلبو فکر کنم منظورش اینه که خب خیلی روش کراش میزنن و شاید خب پا نمیده بهشون دیگه، نمیره 100% بر که همین خش میندازه قلبو فکر کنم منظورش اینه. ابهت مردو خش میندازه قلبو، عشق است داد دست خوش، سعی کن باشی تش خوش، نمیارزه به سگ دوش، خوشحال باش و سر خوش. خب اینجا هم این داستانی که دیگه آقا زندگی ارزش نره سگ دوش، اینه شاد باش دیگه، شاد باش، خوب بازی کن و شاد باش، خوشحال باش و سر خوش. کاکو بزن بگو تا که بلرزه تو، تا که بشم چه تو چشت زنانمون، بزن به چون کاکو استفاده که شیرازی یعنی داداش، بزن بگو بارتی کن اشخال تا که بلرزه تو، که بشم چه توپ، یه جور بزن به کوب که عشق کنم تو، بلرزه عشق حال کنم، چشم نزنم اون، بزن به چوب، بزن به تخته. از این زهر مثلا اینجا استفاده کرده. چه تو چشم نزنم اون، بزن به چوب، سیمو بزن برا بازو بدم فشار، یکو برم بزار کنن روشو رد نشن دارن کنار، سیمو بزن برار، برار فکر کنم نمیدونم کجاییه، ولی اینم دوباره معنی داداش و برادر و اینا میده. جالب اینه بالا شیرازی گفت، اینجا نمیدونم به چه گویشیه، ولی میدونم که همون معنی برادر میده و یکی از گویشای ایرانیه. گازو بدم فشار، یکو برم هزار، هزار تا دنده میخواد بره دیگه با کله، میخوام از روشون رد شم برن کنار، من که دارم رد میشم میخوام برن کنار، اگه میخوان زیر نشن مسیر منه، حواسشون رو جمع کنن، هزار تا داره میره. ببین فکر میکنم مهراد ایدن اینجا یه حرکتی که خواسته بزنه که همین هم گست آنده جد، همونطور که میبینیم ملودی های ایرانی و ملودی هم یکم مود 6 و 8 داره، تکونت بده و اینا، با یه به هر حال درام راین هیپ هاپی روش هم که داره اینجوری میخونه اشغال و اینا، فکر میکنم رفته دنبال این که ببینه مارکت ایران چی میخواد و با نبوغ خودش ترکیبش کنه، که همین به هر حال میشه گیتار الکتریکی که داره اینجوری ملودی میزنه و همچنین این حتی ملودی کورسش هم کورس ایرانی بود که اینجوری دادا بزن بکوب اینجوری، و فکر میکنم برای همین میگفت سانده جدید، و به نظرم هم خیلی این موزیک میتونه هیت بشه، نه فقط توی سطح هیپ هاپ. اون دیدی هم که فکر می‌کنم هیدن داشته، فقط توی سطح رپ و هیپ هاپ ایران نبوده، یه نگاه کلی‌تر کرده با توجه به موزیکایی که هست، یه لول بهتر، یه چیز باحال‌تر و باحاله. فکر می‌کنم این موزیک خیلی در سطح جامعه میتونه هیت بشه با توجه به پتانسیل که داره، قشنگ غیری هم هست. این میگه سیمو بزن برار، فهم کنم میگه بزن، منظورش اینه بزن به سیم آخر، سیمو بزن برار، بزن به سیم آخر داده، چون معنی دیگه نمیتونه داشته باشه فکر میکنم سیمو بزن برار. من نمیام تو بیا، بعد جوری توهم شدی یا معلم شاگردیم فولیا، زر بزنی زنگ میزنم اولیا. به من نگو تو بیا آجی، توهم زدی، من اینجا معلمم تو شاگرده ای، تو باید پاشو بیا بابا، زر اضافی هم نزن، زنگ میزنم اولیا. آجی من قدیمی این کارمو از من یاد گرفتی، تو ویساش بود دیگه، خیلی ها که میگفتین قافیه ها رو حالا ما آوردیم و قافیه های چند تایی و این حرفا، منظورش کامل این میتونه باشه، حالا به تیکه هست کلیه نیست، خیلی برداشت میشه کردی ازش.
زنگ میزنم اولیا، شانسی امنی علمی گلم، نمه کسخولم ولی تکنیکی پرم، میگن رو ارسی شلم، من فقط هستم پیگیر خودم. شانسی نی علمی گلم، این که ما ترکوندیم و خفنیم و اینا شانسی نیست، بلدیم، سوادشو داریم، نمه کسخولم ولی تکنیکی پرم، معلومه دیگه. میگن رو ارسیه شلم، آقا این که ما شل کردیم نیستیم، کار نمیدیم و فلان و اینا، چند سال نبوده، میگن واسه ارسیه است، نه اینجوری نیست، اینا میگن من فقط هستم پیگیر خودم، اصلا کاری ندارم کی چی میگه چی فلان اینا، پیگیر خودمم، دنبال خودمم، مغرورم زیاده، حرفی که داره میزنه. رو ارسیه شلم، من فقط هستم پیگیر خودم، نشنیستم رو دودو بنگ، شاتو کوکتلای کلوخ و سنگ، شیکم گنده با بلوز تنگ، تخمت بطی بد میگن ستون گنگ. اونجا چرا به کوکتل تی وی داره؟ نه میگه که چی، نشنیستم رو دودو بنگ، دنبال گل و بنگ و نشه بازی رو دود نیستم، ولی شاتو کوکتلای کلوخ و سنگ، چت بازیامون یا حالا کلن پارتیامون سنگینه، کلوخ و سنگم که استعاره 100% از سنگ کوکائین میتونه داشته باشه، شات و کوکتل میزنه بعد از اینکه حالا سنگ و برا پودر کرد و استعمال و شکم گنده با بلوز تنگ، یکم توپل دیگه و با بلوز تنگ. این خب اینجا یکم متفاوته چون اکثرا هیپاپی ها از برا تیلیپر لش و لباس گوشات میخونه، میگه بلوز تنگ، تیپر رسمی تره یک کوچولو، یعنی داره نشون میده که من لولم بالاست دیگه، نه دنبال بنگ و اینا، پارتیامون هم که سنگینه، کوکتل و شات و کلوخ سنگ و این حرفا و بلوز تنگم تنمه، تخممه وقتی بهم میگن، تخمته وقتی بهت میگن ستون گنگ، آقا اینا رد میشه میگن ستون، ستون گنگ فلان آجی پاچه خاری میکنن این حرفا، ولی تخممه، مغرور زیاد، دوباره اشاره میکنه. شیکم گنده با بلوز تنگ، تخمت وطی بهت میگن ستون گنگ، چطو چال دنبال برگای گلی، هر ساعتی هر جای شلی، انرژی من مثل امثال تونی، میرم 80 را با دفعه 79. خب حالا اون طرف مقابل رو میگه، میگه که تو که چطو چال دنبال برگای گلی، همه جا هم شلی، هر جای هر ساعتی، نه همش دنبال گله دیگه، نه وقت رو کارت میذاری و نه چند وقت وایس میذاری در باره آدمای بیکار و اینا، منظورش فکر کنم اوناست، انرژی من امثال تو نی، انرژی من تو نمیگیرید، میگفت دیگه من واسه گوجه نمیخورم، واسه سیخ میخورم، واسه ظرف و تخم و این حرفو که میزد، اینجا هم داره همون میگه، انرژی من مثل امثال تو نیست و فرق داره با تو، میرم 80 را با دفعه 79، دفعه 79 که خیلی سنش کمتر از خودش میشه و میشه 21 سال، اینا میگه با دفعه 79 80 راه میرم، حالا چه راهایی رو میره دیگه میشه برداشت های مختلف کرد، ولی جالبه 80 راه 79 تونی، میرم 80 راه با دفعه 79، ویلی ویلسون تو پل کش 100% اوکی با موجه، یه جوری میزنم بخوره تش تو این مایه ها که بکنه قش، الان رسید خبر. خب ویلی ویلسون توپل کش، اینجا کش رو استفاده کرده تو این مصرع، تا این مصرع که مصرع بعدی رو باش بره، چون میگه کش 100% اوکی با موجی، موجی دقیق چیه من نمیدونم راستش، شاید یه چیزیه که من نمیدونم، یا داره ترکیب دوتا اسم رو میذاره با موجی، حالا مو کیه جی کیه، و یه جوری میزنم بخوره تش، یه جورم نوشته به جوری، چه تکس کم اشتباهه، تو این مایه ها که بکنه قش، حالا چیو میزنه تا تش دیگه، فکر کنم خودتون متوجهین دیگه چی جوری هم تا تش میزنه که قش کنه، این مشخصه. ولی یه چیز عجیبی که اینجا داریم الان میبینیم تو استراکچر تکس اینه که میگه ویلی ویلسون توپل کش، اینجا میاد از رایمش، خب قافیهش کشه آخر این داستان، ولی مصرع بعدی میشه موجی و بعد دوباره میشه تش و قش، و معمولا چیزی که ما میبینیم اینه که یا مصرع اول بیت اول با مصرع اول بیت دوم قافیه است و مصرع دومای دو بیت با هم، یا یعنی اینکه ما میبینیم دو تا مصرع با یه قافیه میره، مصرع سوم قافیهش فرق میکنه، مصرع چهارم همون میشه، اما از هیچ کدوم از این دوتا استفاده نکره، مصرع اول و رایمش گفته، یعنی دقیقا برعکس همون دوتا یکی یکی استفاده کرده و یه دونه یکی دوتا استفاده کرده، که این تا حالا من ندیده بودم اینجوری، شاید هم دقت نکرده بودم و این خودش جالبه، یعنی دقیقا برعکس همون دو مصرا، یکی متفاوت دوباره بعدی این همون استفاده کرده، جالبه، و شاید هم البته قافیه مثلا نداشته، میخواسته منظورش رو برسونه که اونجا موجی گفته بعد ادامه داده، نمیدونم احتمالش هست. الان رسید خبر، دارم میان یه تیم قدر، بگی بشین فقط کلشو بریز وسط.
همینجا هم که میدونیم سام ویلسون پوکر بازه دیگه، خیلی هم از پوکر میگه. خبر اومد که تیم قدر داره میاد، بگین بشین فقط بشین و همشو بریز وسط. این تیم قدره اما خیالمون نیست دیگه، میخوام پوکر بزنیم باشون دیگه، اطمینان داره از برد. باگو بزن بگو تا که بلرز تو، تا که بشم که تو چش تزنمون، بزن به چو سیمو بزن برا گازو بدم فشار، یکو برم بزن کن هر روشون رد نشم درن کنار. یه پاوز زوره بزنیم. جالب بود، جالب بود، جالب بود. ملودی عوض شد. این فکر کنم نوازنده کار خود هیدنه و واقعا خوب می نوازه. ایول دمش گرم. حالا ننوشته بود تو بک کاور که اینسترومنت رو با کی بوده و اینا، ولی خب اینم هنره، می دونیم دیگه گیتاریسته دیگه، هنره مهراد نشون میده، هم تو نوازندگی، هم تو پروداکشن، هم تو خوندن، هم تو نوشتن. خب ترک 1000 رو با هم شنیدیم از مهراد هیدن و سامان ویلسون که توی به هر حال پرودوسش کنیز هم دست داشته، نقش داشته، خیلی باحال بود. گفتم اونجاش هم مهراد به نظر اومده خیلی کلی نگاه کرده که کل جامعه چه سبکی رو دوست دارن و با نوآوری قاطیش کرده و این سبکو در آورده. به نظرم توی سطح جامعه میتونه موزیک هیتی باشه، بشینی با رفیقاتو تو ماشین و فلان و اینا موقع شات زدن و اینا خیلی میتونه حال بده. به نظرم موزیک باحالی بود، خیلی هم نوآور بود، خیلی هم نوآور بود و جذاب بود. به یه سبک دیگه حالا از کار خودشون تعریف میکردن، اینکه چی کاره ایم و عشق و حال کنیم و این حرفا، هم نوع دیده یک کوچولو متفاوت بود، هم کورسا متفاوت بود که خیلی ایرانی طور بود و همچنین بیت با اینکه یک اینسترومنتش برها گیتار الکتریکی بود، یه ملودی خیلی ایرانی و این جذاب بود، جذاب بود. دمش گرم، خیلی باحال بود کار. به نظر من این کار نوآور باحالی بود. سامان ویلسون هم ورسش رو من دوست داشتم تو این چند وقت گذشته، این که ورسای بود که من از سامان دوست داشتم و حال کردم. خب این بود از این، زیاد طول ندیم، این آخرش نمیخوام حرف بزنم، میخوام برم ویدیو بعدی رو ضبط کنم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. نظر انتقادی پیشنهادی دارید و همچنین نظرتون راجع به این آهنگو توی کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، به همراه زنگوله. اگه از ویدیو خوشتون نیومد دیسلایک کنید، دلیلشو بنویسید. دیسلایکو جدیدن نشون نمیده که بقیه ببینن، اما دیسلایک کنید و دلیلشو باز بنویسید. دمتون، دیسلایک بعدتون اومد همینجوری دیسلایک نکنید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، سی یو سون.